توی این ویدیو میخواییم بریم سراغ بازیگرانی که با عشق زندگیشون ازدواج کردن اما طی مدت زمان کوتاهی ازش جدا شدن. با تارک مک همراه باشید. بیرجه آکالای و مراد اونالمیش. بازیگر 39 ساله محبوب ترک بیرجه آکالای، متولد 19 ژوئن سال 1984 و در استانبول به دنیا اومده. از جمله سریال‌های این بازیگر سریال گریه نکن مادر، سریال آسی و سریال عشق سیاه و سفید هست. بیرجه که در سریال محبوب و ماندگار شمیم عشق با مراد اونالمیش همبازی بود، با اون وارد رابطه عاشقانه شد و بعد از مدتی در سال 2011 با هم ازدواج کردند. اما این دو بازیگر تنها بعد از گذشت یک سال، یعنی در سال 2012 از هم جدا شدند. حالیت ارگنج و گیزم سویسالدی. بازیگر 53 ساله محبوب ترکیه حالیت ارگنج، متولد 30 آوریل سال 1970 و در استانبول ترکیه به دنیا اومده. این بازیگر با بازی در سریال هایی همچون حریم سلطان، وطنم تویی و بابیل شناخته میشه. حالیت در سال 2007 با بازیگر گیزم سویسالدی ازدواج کرد. اما این زوج تنها بعد از گذشت یک سال، یعنی در سال 2008 از هم جدا شدن. اوزجان دنیز و فیض آکتان. بازیگر و خواننده 51 ساله ترک اوزجان دنیز، متولد 19 می سال 1972 و در آنکارای ترکیه به دنیا اومده. از جمله سریال های این بازیگر سریال روز سیاه، سریال عروس استانبول و سریالی که در حال حاضر در اون در حال نقش آفرینیه، سریال قنچه های سرخ است که شما عزیزان میتونید این سریال جذاب رو همراه با زیرنویس فارسی از کانال تلگرامی ما که لینکش رو داخل کامنت ها قرار میدم دانلود و مشاهده کنید. اوجان در سال 2018 با فیض آکتان ازدواج کرد. اما این زوج بعد از یک سال از هم جدا شدن و از این ازدواج یک پسر به نام کوزه دنیز دارن. صدا گیوان و کرم جان. بازیگر 39 ساله ترک صدا گیوان، متولد 28 آگست سال 1984 و در باندیرمای ترکیه به دنیا اومده. از جمله سریال های این بازیگر سریال سعید و شورا و سریال فاطمه گل هست. صدا در سال 2014 با خواننده کرم جان ازدواج کرد. این زوج مراسم عاشقانه خودشون رو در پاریس برگزار کردن. اما تنها بعد از گذشت 9 ماه از هم جدا شدن. دمت اوزدمیر و اوزهان کوچ. بازیگر 32 ساله دمت اوزدمیر، متولد 26 فوریه سال 1992 و در ازمیت ترکیه به دنیا اومده. این بازیگر با بازی در نقش صنم سریال پرنده سحرخیز و نقش اصلی سریال بوی توت فرنگی شناخته میشه. همچنین دمت این اواخر با بازی در سریال اسم من فرحه که در نقش زنی ایرانی بازی میکرد، تونست دل مخاطبان فارسی زبان زیادی رو به دست بیاره. دمت اوزدمیر در آگست سال 2022 با خواننده اوزهان کوچ ازدواج کرد. اما تنها بعد از گذشت 8 ماه از این خواننده جدا شد. گوکش باهادیر و علی سونال. بازیگر 42 ساله ترک گوکچه باهادیر، متولد 9 نوامبر سال 1981 و در استانبول به دنیا اومده. گوکچه با بازی در سریال ماندگار برگریزان به شهرت رسید و در سریال هایی همچون اسمش افسانه است، جنایت های پیش پا افتاده و عمر نقش آفرینی کرده.
این بازیگر در سال 2011 با بازیگر و مجری ترک علی سونال ازدواج کرد. اما این ازدواج دوامی نداشت و این زوج فقط بعد از گذشت 6 ماه از هم جدا شدن. ملیسا سوزان و علی جان یوجسوی. بازیگر 38 ساله ترک ملیسا سوزان متولد 6 جولای سال 1985 و در استانبول به دنیا آمده. از جمله سریال های این بازیگر سریال از که فرار می کردیم، سریال گناهان پدرم و سریال اتاق قرمز هست. این بازیگر در سال 2013 با علی جان یوجسوی ازدواج کرد. اما این زوج هم تنها بعد از گذشت 5 ماه از هم جدا شدن. ابراهیم چلیکول و مهر چلیکول. بازیگر 42 ساله ترک ابراهیم چلیکول متولد 14 فوریه سال 1982 و در ازمیت ترکیه به دنیا آمده. از جمله سریال های این بازیگر سریال افت، سریال روزگارانی در چوکوراوا، سریال خانه‌ای که در آن به دنیا آمدی تقدیر توست و سریال مرحمت هست. این بازیگر در سال 2017 با مهر چلیکول ازدواج کرد. اما این زوج بعد از گذشت 5 سال یعنی در سال 2022 از هم جدا شدن. مروه بلور و مرت آیدین. بازیگر 36 ساله ترک مروه بلور متولد 16 سپتامبر سال 1987 و در استانبول ترکیه به دنیا اومده. مروه با بازی در سریال کوزگونه شناخته شده به شهرت رسید. این بازیگر در سال 2022 با خواننده مرت آیدین ازدواج کرد. اما فقط بعد از گذشت 53 روز از همسرش جدا شد. هانده آتیزی و فتحی پکین. بازیگر 50 ساله ترک هانده آتیزی متولد 2 سپتامبر سال 1973 و در بورسای ترکیه به دنیا آمده. این بازیگر با بازی در سریال هایی همچون سریال زندگی پر از معجزه هست و سریال دختری پشت پنجره شناخته میشه. هانده در سال 2004 با بیزینسمن معروف ترک فتحی پکین ازدواج کرد. اما این ازدواج تنها بعد از 24 ساعت پایان یافت. چرا که بین خانواده های اونها اختلافاتی وجود داشت و موافق این ازدواج نبودن. اگر هم به سریال های ترکیه و بازیگران ترک علاقه مندید، عضو کانال بشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. این ویدیو رو هم لایکش کنید و توی قسمت کامنت ها برامون نظر خودتون رو راجع به این ازدواج ها بنویسید.